نش میشم. من دیگه هر تستی به ذهنم رسیده آوردم خدایی، یعنی تو خیابون دیدم یه گزینه داره میره، بعدش داشتم آوردمش تو آزمون گذاشتمش که روز کنکور سراسری، من زود تموم نمیکنم، به قیافت اونجوری نکن، روز کنکور سراسری حرف و حدیثی نباشه. همه چیز رو آوردم تو طرح پروفشنال دیگه. دم خودتون گرم ایول، دم خودتون گرم، ماشاءالله به شماها. ماشاءالله که اینقدر باحالید و پر انگیزه و پر انرژی بچه ها. هر پیشنهاد و انتقادی هم دارید پست آخر اینستاگرام برید بنویسید بچه ها. یعنی هر ایده ای دارید، هر ذهنی، حال خوبتون، میخوام انرژی بگیریم، میخوایم انرژی بگیریم حالمون خوب شه، درجه یکی. خب حله، اینم تا اینجا ما در مورد کروکی گفتیم. اما بچه ها همه تون تو کانال اصلی باشید، یه سری اتفاقات خفن میخواد بیفته. ما یه سری صحبت ها میخواییم بکنیم در مورد حذفیات کنکور سراسری که دیگه الان امشب دیگه با این قیافه‌ای که دارم میبینم نمیرسیم، در مورد حذفیات امتحان نهایی و برنامه ویژه ماه مبارک. برنامه ویژه ماه مبارک هم انشالله از دوشنبه آروم آروم پلانش چیده شده، همه چی مشخصه. بچه هایی که تو ماه مبارک میخوان در واقع پروژه روزه رو داشته باشن، برنامه خاص خودشونو دارن که توی کانال در موردش صحبت میکنیم، میگیم چیکار کنی، نگران نباشی. حذفیات کنکور، حذفیات امتحانات نهایی و برنامه ماه مبارک توی کانال قرار میگیره. من صحبت میکنم، وایس میدم در موردش، فیلم میگیریم و دقیقاً میگم باید چیکار کنیم. فقط یه خواهشی، تا جلسه بعدی در مورد تعویق کنکور سراسری هیچ کسی چی نگه، مثل هر سال باز میام دقیق بهت میگم چی میشه. تو فقط به این اینجوری فکر کن، کنکور سراسری تو تایم خودش قطعا برگزار میشه، فقط به این اینجوری فکر کن. الان تو مجبوری الان اینجوری فکر بکنی و درس تو بخونی، بقیه داستان به تو ربط نداره، من به موقعش میام در موردش صحبت میکنم. و باز هم تکرار میکنم، بچه‌هایی که شلوولن، خوب نبودن، تو الان این دانشگاه رو میبینی، میبینی اینجا رو، اینجا رو میبینی، کارت دانشجویی اینو میتونی داشته باشی، اگر از الان به بعد با نظم و غیرت با من بیای جلو. از الان به بعد بچه ها با نظم و غیرت بیاین جلو، تهش ببین چه خبر میشه، میتره کنیم و قطعا یه اتفاق درجه یک میفته با خیال راحت. یعنی 1% هم شک و شبهه نداشته باش، فقط همراه باش. اما آقا یه سورپرایز دیگه هم، چه شبیه امشب، بهتی چرا قیافت اینجوریه؟ شب خوبی امشب دیگه، بذار بچه ها خوشحال شن. بچه ها تحت فشارن، تحریم، تحریم های ظالمانه، مرکیلو 40 تومن، به خدا دیگه چی داری من؟ آه کرونا، اصل داستان کرونا، کرونا عادی شده دیگه، مثلا فلانی کرونا گرفت. سوال دوم اینه، مرد یا هست؟ یعنی اینقدر فرایند عادی الان در حال حاضر. خب بچه ها دارن هی برای چیزی می نویسن. بچه ها مهدی پهلوانی میگه بریم، پهلوان بریم یا بمونیم؟ بچه ها با پهلوان اگه کاری دارید همین الان میتونید تو چتروم بهش بگید. خب حله، بیا اینجا آقا، یه سورپرایز خفنه دیگه. یه پروژه 2020 داریم برای کیا؟ برای دانش آموزایی که میخوان تو امتحان نهاییشون نتیجه بگیرن، که اینم برای بچه های خودمونه و رایگان. همه بچه های سیستم به صورت رایگان ایشالله. پروژه 2020 واسه بچه های پروفشنال داریم به صورت رایگان. اما اتفاقی که میفته چیه؟ میخوایم کل 12 رو جمع‌بندی حرفه‌ای کنیم برای امتحانات نهایی. گرچه که نمره شیش اهمیتی نداره، ولی اگه خیلی عشقی اینی که یه نمره بالا داشته باشی، معدل خفن بگیری، به تقدیر نامه بدن، بعد بزنن تو سر بگن تو کنکور چی نشد، این هستش. نمیدونم واقعا معدل 12 من نمیدونم به چه دردی میخوره، ولی اینو اوکی کردم برای اینکه بچه‌ها بتونن به 20 توی امتحانات نهایی کامل کامل فکر کنن. آخرین قسمت و چکیده داستان، ببینیم چه خبره. بچه اینجا رتبه برترهای کنکور سراسری چند تا ویژگی خیلی مهم دارن. این چند تا ویژگی رو اگر تو هم بتونی رعایت کنی، تهش اتفاق خوب میفته. یک، اونا توی درس خوندنشون عمیق و خستگی ناپذیرن. به خاطر اینکه این اتفاق واسه شون بیفته، از فرایند یادگیری استفاده میکنن. دو، اونا توی برنامه ریزیشون چون از خودشون شناخت کامل دارن و شناخت کامل رو به مشاورشون دادن و طبق چیدمان قانون قورباغه میان جلو، برنامه‌هاشون همشون سرانجام داره. سه، اونا تو اجرای برنامه‌شون یه قانون خیلی مهم و بلدن که شعار پادگان ذوالفقاری است. حرفشون با عملشون یکیه. اونا دفتر برنامه ریزی استفاده میکنن و تایم مفید درس خوندنشون خیلی زیاده.
4 اونا تو پروژه آزمون دادنشون سریع و صحیح تست میزنن، یعنی از سوات استفاده میکنن. 5 اونا برای تسلط بر مطلب